بازیگری الان مهمون ما هست که بازیگریشو از 3 سالگی شروع کرده و بدون انقطاع مرتب بازی کرده و کار کرده و احتمالاً تصمیم داره تا آخرین نفس جلو دوربین باشه. خانم ترلان پروانه، خیلی خوش آمدین خانم پروانه. ممنون، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خوبت. زنده باشید. نمراتون خوب بود تو مدرسه؟ نمرام خوب بود ولی کار خودم بود، یعنی شاید مثلا خیلی ها فکر میکنم بخاطر اینکه نبودم سر کار بودم کمکی میکردن، ولی واقعا انقدر وظیفه شناس بودن که خب همیشه تلاش خودم بود امتحان. اون دیالوگا رو حفظ میکردین سر فیلم، چجوری شما دیالوگاتون رو چجوری ادا میکردین؟ خب تا قبل از 8-9 سالگی که بتونم تقریبا بخونم، مادرم، حالا دستیار کارگردان، خود کارگردان کمکم میکردن که اونا رو حفظ بکنم. خیلی سریع حفظ میشدم و خب بعد با هم کار میکردن و به حس و مثلا گفتن. خود مامانتون هم مثل که دوست داشت یه روزی بازیگر باشه، نه؟ خب توی رویاهای دانشجویی این علاقه رو داشت، ولی اون عشق رو دیگه به شما منتقل کرد و در شما جریان پیدا کرد. بله، یعنی به همین دلیل شاید خیلی میل داشت موفقیت های شما رو ببینه. بله، البته پیشنهادی که به ما شدم خیلی اتفاقی بود، ولی خب دیگه علاقه ایشون اتفاقی یعنی چی؟ خب به خاطر موهای فر و اینا که داشتم اول، بله، مثلا یه خورده جلب توجه میکرد خب رو اون حساب، ولی به مرور زمان خب سعی کردم مثلا کلاس های مختلف منو بذارن، کاری مختلف یاد بگیرم که فقط این ظاهره و اینا در واقع به خاطر این نباشه. اذیت نمیشدین که کار فیلم برداری و بازی کردن به خصوص برای بچه، دارم راجب اون دوران میگم، کار سختیه. خیلی از مواقع شبا مثلا گروه های فیلم برداری شبا کار میکنن، شما اذیت نمیشدین؟ خب بالاخره سخته دیگه، مثل کودکان کار بودین دیگه، حالا مهم نیست که آدم کودک کار. آره تقریبا واقعا اونجوری هم حساب بکنیم اونجوری میشه، ولی خب خیلی سخت بود دیگه قاعدتا برای یه کوچولویی که دلش بخواد مهد کودک باشه یا مدرسه اردو مثلا با دوستاش بره، نمیدونم شب بخوابه عروسکش باشه اینا، ولی خب خانواده همیشه سعی میکردن که این کم بوده رو احساس نکنم، عروسک هم با هم میابردن که شما دوران کودکیتون رو داشته باشین. آره سعی کردن همیشه اینو چیز بکنم، ولی خب باز بالاخره نمیشه هر کاری هم بکنیم، این کار کردن شب بیداری ها، خیلی جا نرفتن، عروسی نمیدونم تولد نمیتونستی بریم. من خب آفیش میشدم یا تولدم بود مثلا سر کار بودی اینا همش. بعد وقتی معروف می شدی و عکست این ور اون ور چاپ می شد و اینا، دوستات چیز نمی شدن، حسادت نمی کردن؟ خب من اصلا چون کلن آدم حسودی خیلی نیستم، اون موقع هم خیلی این خیلی حسادت حس متوجه نمی شدم، شاید هم نمی کردن، نمی دونم. ولی خب توی دوران مدرسه یه خورده اذیت می شدم چون دوستات کار سریال و اینا بازی کرده بودم، مثلا میومدم میپرسیدن آخرش چی میشه، یا آها اینا رو هم میپرسیدن. آره کنجکاوی ها اینطوری داشتن، یا دیگه مجبور میشدم مثلا برم تو دفتر بشینم. آها ولی خب در این حال برات این یه خود لذت بخش هم بوده دیگه، مورد توجه بودی. اوایلش لذت بخش، بعد یه خورده درکش خب برای یه بچه مثلا 8 ساله شاید سخت باشه، ولی خب عادت کردم. درسته. اون فیلم اولین کاری که جلو دوربین رفتین چی بود؟ چجوری شد که رفتین؟ تقریبا چونم بگم 3.5-4 سالم بود که به طور حرفه‌ای وارد شدم و یه سریال کار کردم، کار آقای همایون اسعدیان به اسم بچه های خیابان، و بعدم یه سینمایی به اسم چپ دست و دیگه تقریبا کارهای حرفه‌ای تر شروع شد و تا الان که خدمت شما هستم. بعد 6 سالتون که شد یه کار دیگه کردیم و بعد یه دفعه 4 تا فیلم بازی کردیم. من تقریبا از 4 سالگی سالی شاید 3-4 تا کار انجام میدادم، حالا به جز این 2-3 سال اخیر که یه خورده درگیر درس و دانشگاه و کنکور و اینا بودم، ولی تقریبا
خیلی بیشتر کارامو تو همون سنه 4 تا 10 سال. من یادم زمانی که مجله فیلم توی نمایشگاه بین‌المللی یا تو جشنواره مطبوعات غرفه داشت، یه دختر کوچولوی با مامانش میومد تو جشنواره و میومد غرفه مجله فیلم و مامانش هم خیلی سفارشش رو میکرد. انگار البته سفارش مامانتون خیلی تاثیر نداشت، خودتون بودین که تلاش کردین و ادامه دادین. یعنی چجوری شد از 3 سالگی اومدین جلو دوربین؟ بله تقریبا از 3 سالگی اومدم جلوی دوربین. خب قطعا اگه پشتیبانی خانواده نبود 100% نمیتونستم کار بکنم، ولی به مرور زمان هر چقدر میگذره آدم بزرگتر که میشه تصمیم‌ها رو یه خورده مستقل‌تر میگیره و خب قطعا خودم خیلی دوست داشتم که ادامه دادم. چشم‌انداز چیه برای کار بازیگریت؟ یعنی میل داری بازیگر باشی و بمونی و بمونی و جلو بری، یا اینکه میخوای کارهای دیگه ای هم سینما انجام بدی؟ خب بازیگری به نظر من انتها نداره، یعنی هر چقدر کار بکنی به تجربت اضافه میشه، هر چقدر بخونی، هر چقدر ببینی، خب اینا همش خوبه برای یک بازیگر. ولی تا جایی که بتونم دوستم کار بکنم، حالا خودم رشتم طراحی لباسه، اگه بتونم فعالیت‌های حالا جدا از کار بازیگری هم انجام بدم. تو سینما این کارو بکنی؟ فکری هنوز راجبش نکردم، چون تازه بالاخره یکی دو سال دانشجو شدم، راجب سینما و طراحی لباس و سینما فکر نکردم. ولی گرافیک شنیدم خونده بودی؟ نه من توی هنرستان گرافیک خوندم رشته دانشگاهی. خب استفاده کردی از رشته که خوندی مثلا برای یه فیلم پوستر طراحی کردی یا کاری انجام دادی؟ من آره تقریبا یه سری کار اینطوری کردم، یه سری نمایشگاه خب توی همون مدرسه نمایشگاه هم گذاشتیم. آره نمایشگاهی که آره گروهی بود و خب به نظرم هنر خوندن یا هنر دوست داشتن راجعش مطالعه کردن خیلی تو زندگی تاثیر میذاره. شاید آدم مستقیم جایی از اونا استفاده نکنه، ولی تو دید آدم، تو روحیه آدم خیلی تاثیر میذاره. و خب با فیلمسازهای مختلفی هم کار کردی؟ از هر کدوم یه ذره یاد گرفته باشی؟ خیلی آره خدا رو شکر شانس اینو داشتم که با گروه های خیلی حرفه‌ای، آدم های خیلی خوب کار بکنم، تجربه های خیلی جالبی کسب کنم. این تجربهات رو نشده بنویسی یواش یواش فکر کنی که الان از در فیلمی که کار کردی مثلا این تجربه رو آموختی و بنویسی و سعی کنی به آدمایی که هم نسل و هم سن خودتن منتقل کنی؟ ببینی خب چیزی که ننوشتم بابت اونا، ولی قطعا یادم میمونه و اگه عیناً اون صحنه رو حالا یادم نمونه مطمئن باشیم که توی ناخودآگاه هم تأثیر میذاره. یعنی یه سری رفتار رو مثلا دوستانی که باشون کار میکنن بعد میان به من میگن تو اینجا این کار کردی یا تو مثلا رفتارت با مثلا آدم پشت صحنه اینطوری بوده، بعد خب میفهم نسبت به کاری که کردم اینا تجربه‌ای بوده که کسب کردم، تو ناخودآگاه هم یه سریاش تاثیر. کدوم یکی از فیلمات برات خاطر انگیز بوده و خیلی بیشتر از بقیه دوست داری؟ هر کدوم از کارامو نگاه میکنم یه خاطری داشته، نمیتونم جدا بکنم. نه ولی یکیش خیلی نزدیک به روح آدم و حس آدمه. واقعا نمیتونم بگم، ولی خب کارهایی که اخیر یعنی رو به همین اخیرن انجام دادم خب مثل بیشتر. کاری که الان تو جشنواره داری با آقای علیرضا داوودنژاد. بله که شنیدم یکی از کارگر شنیدن که نه، ولی آقای داوودنژاد جزه فیلمسازهایی که خیلی در مدیوم بازیگری بازیگراش کار میکنه و خیلی کاراش تو این زمینه درجه یکه. خب آقای داوودنژاد خیلی کار میکنه، تنها با بازیگر با بقیه عوامل خیلی حساسن، کار باشون خیلی سخته. فکر میکنم هر کسی که باشون کار کرده باشه این قضیه رو میدونه، ولی خب برای من خیلی جذابه و لذت بخشه کار باشم، چون من خودم خیلی آدم حساسیم و دوستانم خب به کسی که کار میکنم انقدر ریزبین و دقیق و حساس میشه. الان این فیلمو که پذیرفتی مصائب شیرین اولیه رو هم دیدی یا دیده بله. بودی؟
اولی رو خب بگم دیده بودم راجعش رو گفتم چون خیلی... سال 77 فکر کنم شده منم همون سال به دنیا اومدم، اصلا خیلی کوچیک بودم. ولی خب از موقعی که با آقای داوود نژاد کار کردم، یعنی فراری رو کار کرده بودم، مصائب شیرین یک رو دیدم، خب کلاس هنرپیشگی رو دیدم، روغن ما رو دیدم و دو سه تا کار دیگه ازشون. خب که چه کار خوبی هم باش قبلا کردی، فراری. بله. ولی خب میخواستیم اینو کار کنیم، من چندین بار دیگه فیلم رو دیدم، یعنی از اینکه 10 بار دیگه دیدم. خب به خاطر اون نقشی که داشتم و اون نزدیکی که باید با فیلم میداشتم، خب یه باری که 2 سال پیش دیده بودم خیلی کم بود، چند بار دیگه. درسته. اشاره کردی به گرافیک و به طراحی لباس و غیره، گویا دنبال هنرهای دیگه هم هستی، مثلا شنیدم اسکی روی آب کار کردی یا چیکار کردی؟ یعنی کار باله روی آب کار کردی؟ بله، من اکثر، حالا نمیتونم بگم اکثر، ولی بعضی از ورزش ها رو میگم چون مامانم کلاس های مختلف میذاشت. حالا این ورزش رو که مدرکش رو گرفتم، ولی خب تقریبا از هر ورزش و از هر سازی و اینه یه سررشته‌ای دارم، ولی الان به طور حرفه‌ای سوارکاری کار میکنم. آها، سوارکاری هم رفتی. ولی الان خب حرفه‌ای دارم جلوش میبرم فعلا. امسال چه فیلمی داری غیر از کاری که الان تو جشنواره هست؟ غیر از این کار الان پیشونی سفید 3 اکران هست که کار کودکان جوانه، ولی کار سینمایی یکی دو تا کار دیگه صحبت کردم هنوز چون قطعی نشده، حالا زیاد روش صحبت نمی کنم، ولی یه تئاتر دیگه هست که از هفته دیگه بعد یه کار تئاتر کرده بودم با آقای کوشکی، تموم شد قبل عید و الان هم هفته دیگه اجرای یکی دیگه از کارامون هست سالن شهرزاد. بسیار عالی، انشالله موفق باشی.